مردم، اگه رفتید مشهد، اگه کاغذ دستتون دادن که امضا کنید همین وضعیت حرم بماند یا تغییر کند، مبادا امضا کنید که بماند، به بهانه اینکه ظریف را خیلی قشنگ می‌بینی، خیلی خلوت است، راحت زیارت می‌خوانی، خجالت بکش. خود امام صادق می‌فرماید قصد کن، بعد برو دم در بیس، این ذکر را بخوان، این دعا را بخوان، این اذن دخول را بخوان، بعد مؤدب حرکت کن، برو پیش رو، رو به قبر امام، پشت به قبله بیس، زیارت را بخوان، بعد بالا سر برو، این عبارت را بخوان، بعد پایین پا بیا، این عبارت رو بخون، بعد برو بالا سر، نماز بخوان، عتبه رو ببوس، بعد برو ذریح را ببوس. امام رضا می داند این مرض ها می آید یا نمی داند؟ آیا شرطی گذاشتن، قیدی زدن ائمه تو این دستورات که اگه مرض اومد، ویروس اومد، کوفت و زهرمار اومد، تو حرم نرو، تو ذریح را نبوس؟ همچه دستوری دادن اهل بیت؟ فرمودن شفا بخواید از ما، عبارات قوغاست. یکی دو عبارت براتون بخونم که بدونی حرفا حرفای من نیست. بکم فتح الله و بکم یختم، تو زیارت جامعه میخونی، به واسطه شما خدا هر خیری را، هر فیضی را که به این عالم میخواهد برساند به هر مخلوقی، بابش را باز میکند و بابش را با شما باز میبندد. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیف. مردم وقتی میرن دعای بارون میخونن، از خدا بارون میخوان، بعد از چند سال خوشسالی، به واسطه شما خدا دعای مردم را مستجاب میکند و باران رحمتش را بر مردم نازل میکند. و بکم یمسک السما انتقع علی الارض، خدا به واسطه شما آسمان را روی پای خودش نگه داشته که فرود نیاید و بر سر مردم ریزش نکند. بعد همینطور میره جلو میگه و بکم یونفس الهم و یک شفا ضار، هم و غم به واسطه شما برطرف میشه، ضرر و مرض و گرفتاری ها به واسطه شما برطرف میشه و از جامعه مسلمین زدوده میشود. خب مردم تو خونه هاشون بشینن یا فرمود بیاد به زیارت قبور ما؟ امام صادق میفرماد وقتی میری تو حرم هر امامی، بیوف زمین، اون عتبه ورودی در را ببوس. یکی از دستورات اینه خودتو به ذریح، به قبر امام بمال، شفا بگیر از امام، از قبر امام، شفا بگیر از امام، از قبر امام، از قبر امام. حالا تو میگی اگه برم اونجا خودمو به ذریح بمالم مریض میشوم، خجالت نمیکشی؟ میری اونجا لیست پر میکنی که بله همینطوری همین شرایط باشه بهتره، من راحت تر میتونم دیگه، فشار جمع میذارن اصلا تو زیارت بخونی؟ هی با یه چوب میزنن تو سر، جلا برو. آدم به یاد یک مناظری میفته که تو مسجد النبی میخوای سلام بدی به رسول خدا، میگن دست تو انداز پایین، میخوای یه چیزی از رسول خدا بخوای، میگن برو شرک، انت مشرک. انگار یه همچی چیزایی داره استشمام میشه. به خدا میترسیم آدم 10 سال دیگه بچه های ما اصلا نفهمن ذریح بوسیدن یعنی چی، شفا گرفتن از امام رضا و امام حسین و امیرالمومنین یعنی چی. یعنی همین افکار وهابیتی که الان در بین اونهاست ممکنه بین بچه شیعه ها پیاده بشه. امام رضا، ما بد کردیم، ما حرمت شما رو نگه نداشت، این باب رو بر ما باز کن آقا، غلط کردیم آقا، اعتقاداتمون رو تصحیح میکنیم، تو هم راه حرمت، راه بوسیدن ذریح مطهرت را بر روی ما باز کن، پشت سر فرزندت مهدی بیاییم و شما را زیارت کن.